خب خب سلام عرض میکنم خدمت همه. حالا یکی یکی دوستان بیان بالا و سلام، امیدوارم همتون خوب باشین. سلام. خب لایوی که برای امشب براتون در نظر گرفتیم، همه دوستان عزیزمون، این در خصوص بحث‌های جاب‌آفر ورزشی هست. جاب‌آفر ورزشی همونجور که میدونین ورزشکاران حرفه‌ای وجود دارن در کشورمون که اینا دوست دارن در باشگاه‌های ملی، در باشگاه‌های حرفه‌ای بازی کنن. ما میتونیم برای اینا قرارداد بگیریم. یه داکیومنت داره، فلسفه خاصی داره که به چه شکل این انجام میشه و ورزشکارا به چه شکل باید ورزش کنن، چه جوری باید قرارداد ببندن، به چه شکل این کار انجام میشه، که می‌خوایم خیلی در این خصوص می‌خوایم خیلی دقیق صحبت کنیم. حالا من مهمان داریم که در این خصوص باید با خانم منصوریان، انشالله میخواییم خانم منصوریان رو بعدا میاریم بالا که هم با ایشون در این خصوص بحث کنیم. همه تون در جریان باشیم، بدونین سوال و جوابی اگه بعدش بنده در خدمت شما هستم. فقط قبل از اینکه بحثمون جدی شه میخوام بگم که بنده مهدی ورقایی هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت افق بین الملل یاسمین الست گروپ، و اینکه تخفیف عید فطرمون یک روز فقط ازش موند، فردا آخرین روزش هستش که ما تا 12 شب شرکت خواهیم بود. میزبان تمام کسانی که وقت گرفتن از قبل در خدمتشون خواهیم بود. لایومون قطعا سیو نمیشه، حتما در جریان باشین. مهمان عزیزمون خانم منصوریان هستن که من بعد از اینکه صحبت میکنم دوباره ایشون رو حتما میاریم بالا با هم صحبت کنیم. حتما در جریان باشین که از هفته بعد، از شنبه، یه افزایش قیمتی داریم. کسایی که میخوان استفاده کنن که ما شرمنده شون نشیم در طول این سال گذشته ها، یعنی ماهای گذشته بهشون ما خیلی مشاوره دادیم، میتونن استفاده کنن از روز آخر تخفیفمون. و اینکه ورزشکارهایی که حتما میان تو گروه میخوان از این لایو استفاده کنن، امیدوارم که همهشون براشون مفید باشه. من سعی میکنم که خانم منصوریان رو دعوت بکنم برای اینکه بتونمشون ایشونو بیارم بالا. حالا ایشون داشته باشیم ایشونو. سلام خانم منصوریان، حال شما چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. من سعی میکنم کامنت ها رو ببندم که راحت تر بتونیم صحبت کنیم. خب شما خوب هستین؟ ممنونم، مشکرم. واو رفت، ایشون خارج شد. فکر کنم دوباره باید تلاش کنیم که ایشون رو برگیرم. البته ایشون فکر کنم خارج از کشور هستن، به خاطر همین یه خورده ممکنه براشون سخت باشه. حالا تلاش میکنیم دوباره بیاریمش. خب مجدداً سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ ممنونم شما. من به فالوورهای هر دو طرفمون سلام میکنم و باید بگم که یه سفری برای خانم منصوریان پیش اومدن، دیروز خارج شدن، الان ایران نیستن، ولی با این وجود خیلی ممنونم که تونستین برنامه‌ریزی کنین که در خدمتتون باشین. شما هم حتما صحبتاتون رو شروع کنین که بعد انشالله با هم وارد بحث بشین. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهندس و همه دوستان عزیز و مردم خوبه کشورم که توی لایف هستن، فالوورهای من و شما و تیم الست گروپ، و دارم که لایف خیلی خوبی داشته باشیم، صحبتهای خوبی بکنیم و قطعا هم همینطور خواهد.
خیلی متشکرم. من خیلی دوست دارم شما، با اینکه میدونم تا الان زیاد اهل تعریف از خودتون نیستین، ولی دوست دارم برای اینکه همه بدونن، فالوورای هر دو طرف مخصوصا برای ما، یه خورده از سوابق ورزشی خودتون بگین. خواهش میکنم مدالایی که کسب کردین بگین، افتخاراتی که کسب کردین رو بگین و بعد با هم ادامه بدین. من حالا سال 86 وارد تیم ملی وشو ایران شدم که 15 سالم بود و توی اولین حضورم مدال نقره جوان آسیا رو گرفتم و بعد از طلای آسیا گرفتم و از سال 2009 وارد تیم ملی بزرگسالان شدم به عنوان یک استعدادی که حالا چونسته بودم توی جوان ها نتیجه گرفتم و در تیم ملی بزرگ سالانم در مسابقات جهانی کانادا اولین حضور و تجربه جهانی بود که سنم 17 سالم و تونستم مدال طلا رو بگیرم، بخش نقره رو بگیرم، ولی از اون خوشبختانه 4 بار وارد مسابقات جهانی شدم و مدال طلا دارم و یک مدال برنز و یک دونه نقره. و خب توی المپیک آسیایی دو بار حضور پیدا کردم که 2 نقره دارم و 1 برنز و در جام جهانی هم 4 مدال طلا دارم. و خب ما خواهران رو، حالا 3 نفر هستیم، خواهران منصوریان رو همه یه جورایی بیشتر حالا شهبانو، یعنی جورایی قهرمان رکورددار دنیا هست به خاطر اینکه 5 تا طلای جهانی پشت سر هم داره و این رکورد رو فقط مسلم از کشور روسیه داره و یک ورزشکار شهبانو، و در خانم‌ها تنها شهبانو هست که رکورد داره. خوشحالیم که این افتخارات و این مدال‌ها رو از برای تیم ملی کشورمون، برای کشورمون ایران کسب کرد. خیلی ممنون، متشکرم. اگه بازم هست مدالای زیاد، چون حسابش از دست من در رفت، اگه بازم هست تیم ملی هم مسابقات چینه و اینا که دیگه نیازی نیست، حالا همه میدونن. آره اخیراً خب شما میدونیم که تو اردو هستین، الان چند روزی تو استراحت هستین. ما چون با هم تنگاتنگ در ارتباطیم، من در جریان و امیدوارم که انشالله افتخار آفرینی ها ادامه پیدا کنه. دوست دارم برای عزیزان ما بگین که چجوری اصلا با ما آشنا شدین، با الاسکلوب چجوری آشنا شدین و بعد ادامه بحثمون رو میدیم. خب من واسه دوستانم با الاسکلوب آشنا شدم و با مجموعه شما آشنا شدم. خیلی اتفاقات ذهنیت ها و شرایط طوری شد که دیدم چقدر میشه راحت بدون دغدغه، بدون اینکه خب ما همیشه درگیر، مثلا می‌خواستیم بریم مسابقه و مسابقه‌ای که داشتیم درگیر گرفتن با بودیم همیشه، یعنی یه جزء دغدغه هامون بود که حتی تیم ملی ایران که آقا می‌خوایم بریم مسابقه، ممکنه طول بکشه و استرسی که به ما فشار می اومد که نزدیک مسابقه همون هم بود، خب خیلی برای ما خطرناک بود و اینکه انرژی کامل نمیتونستیم مسابقه با تیم شما که آشنا شدیم، خوشبختانه دیدمون یه جور دیگه شد و خیلی راحت تر تونستیم با مسائلی که پیش رومون بود و دغدغه‌ای که داشتیم کنار بیاریم. به اضافه اینکه به هر حال خب ما باید فکر ذکرمون تامین کردن مسابقه دادن باشه و این مسائل باید به تیمی که تخصصشو دارن کارشون خوب انجام میدن سپرد و خوشبختانه با شما آشنا شدیم. خیلی متشکرم. بعد از این آشنایی ما وارد شدیم، البته حالا دوستان ممکنه فیلم ها و تبلیغاتش رو توی پیجای هر دو طرف دیده باشن، بحث کارتالا پیش اومد. میخوام توضیح بدین که بحث کارتالا چجوری پیش اومد و الان تو چه مرحله ای هست. خب بعد از اینکه خب برنامه‌ایم با شما بود و خب کارتالا رو اومدیم، حالا شما گفتین که ما سفیرهای کارتالا بشیم و یه جورایی بیایم حتی به کنار این قضیه بیایم مصاحبه‌ای بزنیم در تهران و شهرستان‌ها به نام کارتالا که هم کسب و کاری باشه برای ورزشکارا، مربی‌ها و یه جورای کارآفرینی بود دیگه. و باشگاه در تهران اولین شعبهش زده شد و قرارمون بر این هستش که با کمک شما و آقای مهندس فرقایی و خانم مهندس جوادی که بیایم توی شعبه‌های در شهرهای مختلف، اصفهان، تبریز، جنوب ایران، شرق ایران و غرب ایران، همه جا با یک شعبه داشته باشیم به نام کارتالا که حالا ما یه جورایی کمک میکنیم به توسعه یافتنش و قوی شدنش و اون بازارها رو یه جورایی هدایتشون بکنیم برسن به
باشگاه هایی که مد نظرشون هست، توی قراردادهاشون بهشون کمک کنیم، توی ساختن استعدادهای خوبی که شهرهای مختلف هست. و بعد از اون دیگه قسمت دومش هم بگم یا شما میگید؟ نه شما میگید. بعد از اونم یه جورایی قرار شد که، یعنی دید شما اینقدر بزرگ هست، این باعث میشه که منم یه جور آرزوهام بزرگتر بشه و زیباتر بشه. خب کمک ما کردی با مشاوره های اقتصادی، گفتیم که بهتره که این کار رو انجامش کنیم و توش کشورهای مختلف هم شعبه بزنیم، حالا در ترکیه، در آلمان، در کانادا و کشورهای مختلف بتونیم این کار حالا و یه جورایی بین الملل. دقیقا همینطوره. من هم یه توضیح میدم خدمت همه دوستانمون که برنامه که ما ریختیم به این شکل شد که ما خواهران منصوریان با توجه به تلاشایی که دارن میکنن، با توجه به انرژی که میذارن و واقعا قهرمانای ملی کشور ما هستن و بسیار زحمت کشیدن، مجموعه کارتالا اسپورت تأسیس میشه. اپلیکیشن کارتالا که رونمایی شده ساپورت میکنه خواهران محترم، و خواهران منصوریان از طریق علم و ورزششون و دانششون ما سعی میکنیم که این دانششون رو به جهان بتونیم به نوعی نشون بدیم، بتونیم ورکشاپ هایی تشکیل بدیم، تمام افرادی که تو دنیا آرزو دارن که با این خواهران کار کنن میتونن از علم و استعدادشون استفاده کنن، ما اینا رو جذب میکنیم، ورکشاپ های بین المللی ترتیب میدیم. حتما تو سطح بین المللی این کارو خواهیم کرد، هم ایران، هم برای آلمان و هم برای کانادا این کار انجام خواهد شد. کارتالا حتما میدونید اپلیکیشن برای اعزام نیروی کار به کل دنیا هستش و این یه بحث جهانی 8 ساله هستش که تقریبا 3 سالش گذشته و 5 سالش رو انشالله با خواهران منصوریان ما پیش خواهیم برد به امید خدا. و ما این نوید رو میخواهیم بدیم که بچه‌هایی که خیلی زحمت میکشن، خواهرانی که خیلی تلاش میکنن و تو مسابقات بین المللی که ورزش سختی هم هستش این کارو دارن انجام میدن، موقعی هم که بخواین که مربیگری این کارو کنن و ورکشاپ بذارن و اینکه از استعدادشون کل ورزشکارا در سطح بین المللی استفاده کنن، ما در کنارشون خواهیم بود، به عنوان سفیرهای برند ما در کل دنیا خواهند بود و ما این کارو حتما به یاری خدا و کمک آقای امام حسین و همه شماها 100% توی کل دنیا انشالله به کمک همکارانمون انجام خواهیم داد. چیزی که خواستم نویدی که میخوام بدم، ما شرکت کارتالا اسپورت اینترنشنال تو بی سی بریتیش کولومبیا رو به ثبت رسوندیم، باشگاهی رو اونجا خریداری کردیم که این باشگاه تقریبا 7 سال سابقه کار داره. باشگاه کارتالا اسپورت اینترنشنال در زمینه فوتبال، وشو و ورزش‌های رزمی فعال الان هستش و ما تو اولین گام انشالله برای خواهران منصوریان هم برنامه ویزا و برنامه کاریشون رو برای آلمان که از برلین داره اقدام میشه که از سال پیش شروع شده و هم برای ونکوور برای بریتیش کولومبیا ما داریم انجام میدیم که انشالله این باشگاه در سطح بین الملل هم فعال شن و ما از علم و دانش شما توی همه زمینه ها با توجه به همه تلاش هایی که کردین استفاده کنیم. یه مسئله که من تو برنامه هم نیست، بهتر همین الان عنوان کنم، این که سوای این که ما با هم داریم کمک میکنیم که بتونیم با کمک عزیزان استعدادیابی کنیم و تو زمینه ورزش در بانوان فعالیت بکنیم، در کارهای خیریه هم همینجوری که میدونین من بارها گفتم خانواده منصوریان بسیار فعال و اکتیف هستن، حتما تو پیجاشون اگر برید این فعالیت ها رو میبینین، ما در کنارشون در این زمینه هم خواهیم بود و بودیم و هستیم و ادامه خواهد داشت. هر کمکی از دستمون بر بیاد برای دوستانی که میخوان ورزش کنن، امکاناتی ندارن و امکاناتی میخوان ایجاد کنن، 100% میتونن روی کمک خواهران منصوریان که ما هم در کنارشون خواهیم بود در این زمینه فعالیت کنن. من یه توضیحی میخوام بدم در خصوص جاباپرهای ورزشی. جاباپرهای ورزشی به این شکل هستش که حتما از خانم منصوریان میخوام از سابقه خودشون در فعالیت ورزشی که داشتن توی باشگاه‌های مختلف بین‌المللی هم به صورت خصوصی کار کردن، فکر میکنم توی چین هم بودن، یه توضیحی بدن که من بشکافم که به چه شکلی این اتفاق میفته. قبلش های مهندس من خدمت رو عرض کنم که ما ورزشکارا بعضی وقتا مشاوره های غلطی داریم و نمیتونیم که به اون هدف هایی که میخوام برسیم. مثلا خدمت رو عرض کنم بعضی ورزشکارا میان با بستن قرارداد با کشورهایی که ضعیف هستن و به لحاظ مالی خیلی پول نمیدن و نرخ ورزشکارها از مسابقه ای میارم پایین. رفتن در مسابقاتی که در ترکیه به هر حال مسابقه مثلا مبلغ 2000 لیر واقعا مبلغ کمیه که ورزشکار بگیره.
وقتی ورزشکار ایرانی بدون هیچ سازمانه‌ای و برنامه‌ای و بدون هیچ مدیریت قرارداد می‌بنده، نرخ ورزشکار ایرانی می‌شه و باعث میشه که اگر من الهه منصوریان بخواد در ترکیه یک مسابقه بده، دیگه نرخ ورزشکاران ایرانی مشخص است یا در کشور یا در کشورهای دیگه. حالا من از میخوام که حالا اپلیکیشن کارتالار هم دوستان فالو میگم دانلود کنم و ببینن و هم برنامه کارآفرینی هست و حالا دقیقا متوجه میشن که موضوع چی هست، هم از اون برای که خیلی مشاوره های دقیق داشته باشن که اشتباه در بستن قرارداد در رفتن به مسابقه هایی که در کشورهای مختلف میخوان داشته باشن. و داشتیم مثلا موردی بوده که ورزشکار در اروپا یک مسابقه هم بوده با مبلغ بالا و در آلمان مثلا مسابقه داشته ولی ما نتونسته، در صورت که جایزه اون مسابقات 1000 دلار تا 100000 دلار جایزه بوده. شاید اگر مثلا یک در مسابقه بشه و این ارز وارد کشورمون بشه، کاری که ما با شما و قرار شد شما کمک ما بکنی و با هم دیگر کاری انجام بدیم اینه که کاری کنیم که در کارهای خودمون توی ایران نکنن، یعنی کاری که منظورم اینه که مثلا مسابقه هست بتونن شرکت کنن وارد کشورمون بکنن و با برگردن به کشور و در ایران کمکشون کنیم که با بیزینس ها و برنامه هایی که حالا بهشون بدیم کاری کنیم که بیزینسشون هم خوب راه بندازن و اینکه کسب و کارشون هم رونق بدن. دقیقا همینطوره، ممنونم از توضیحات کاملت. دقیقا ما همین کار رو میخواییم بکنیم، میخواییم به ورزشکارا کمک کنیم که توی قراردادهای بین المللیشون با مشکل مواجه نشن، از حد اکثر امکانات استفاده کنن، به نفعشون باشه، ارزاوری برای کشورمون باشه و با اون سرمایه که کسب میکنن بتونن یه کسب و کار دیگه هم راه بندازن. چون همیشه خب یه قهرمان میدونی نمیتونه مسابقه بده یا یه فوتبالیست همیشه نمیتونه تو حالتهای حرفه‌ای باشه، به خاطر همون باید از اون درآمدی که توی اون مقطع حرفه‌ایش داره بتونه استفاده کنه، بیزینسی راه اندازی کنه که بتونه برای سالیان سال ازش استفاده کنه. من ممنونم از اینی که وقت گذاشتی. یک سوال پایانی هم میخوام ازت بکنم بعد دیگه من با فالوورها خودم ادامه میدم. اخیرا خیلی باب شده که بسیاری از ورزشکاران متاسفانه ملی، آماتور یا حرفه‌ای ما میرن پناهنده میشن، یعنی متاسفانه نمیدونم به چه دلیلی هستن، چرا این کارو میکنن یا چه کیا اشتباه راهنماییشو میکنن. نظرتو میخواستم در این باره بدونم و بعدش با شما خداحافظی میکنم. بله، ما واقعیتش ورزشکارهایی که ایران هستن مخصوصا خانم ها و سختی های زیادی میکشن مدال کسب میکنن و امکانات شرایط طوری هست به سختی به این جایگاه میرسن و اینا سرمایه های ملی ما هستن. ورزشکاران ملی واقعا باید حفظ کنن و من فکر کنم من چون مستقبل طلا میارم وقتی میرم روی صفحه قهرمانی وقتی پرچم ایران سرودش خونده میشه و اون لحظه رو نمیشه تصور کرد و نمیشه که من الان براتون توضیح بدم که حس خوبی داره و به ثانیه اون لحظه میگذره و همیشه تو خاطراتت میمونه. ما فکر میکنم ورزشکارها مشاوره غلطی دارن باعث میشه که اشتباه بکنن یه کارایی بکنن. مثلا ورزشکار میگه خود من میرم در کشور و اونجا پناهنده میشم و اونجا من بهترین اتفاق برام میفته، زندگی خوبه، مسابقه خوب میدم، امکانات خوب دارم و میرم پناهنده میشم. دو سال تمام نمیتونن در هیچ مسابقه شرکت کنن تا پاسپورتش سه سال تمام شرکت نمیتونن بکنن تا مسابقه کارای پاسپورتش و غیر قانونی میرن و کلی اذیت. من میگم که با این همه مدال و جایگاهی که داره به هر کشوری که درخواست بده و اگر بیاد دولت باش مثلا میگم با شما صحبت بکنه و شما این کارا رو براشون بکنی خیلی راحت میتونن برن کشور آلمان مثلا مسابقه بدن یا توی کانادا مسابقه بدن و قانونی اصلا رو برن و اقامت یعنی ویزا بگیرن راحت برن و بیان با احترام کامل. بله، با احترام کامل، با احترام کامل، کلمه خوبی بود. امروز آقای مهندس یه خواهشی دارم و دلیل اصلی که داشتم این لایو رو حالا همه ببینم که ورزشکارا مخصوصا ببینن شما کمک کنین که این اتفاق دیگه برای ورزشکارای ما نیفته، یعنی ان شاء الله با احترام کامل برن ویزا بگیرن راحت برن مسابقه بدن برگردن راحت برگردن کشور. به حال ترک وطن خیلی سخته، من درست
مسائل رو تو کشورمون نداشته باشیم. خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادی. آرزوی ما هستش که انشالله اطلاع رسانی کنیم برای همه ورزشکارایی که آرزو دارن تو خارج از کشور مسابقه بدن، مدال بیارن، زندگی کنن، درآمد داشته باشن، ولی به صورت قانونی با احترام، همینجوری که شما گفتین، با پاسپورت وطن خودشون. راههای بسیار زیادی وجود داره که ما همه رو بتونیم کمک کنیم. خیلی راههای خیلی قانونی، اخذ قراردادهای کار از باشگاه‌های خیلی خوب به صورت خیلی حرفه‌ای. من حتما توی ادامه کار این توضیحات رو خواهم داد. ممنونم از اینکه فرصت گذاشتی. میدونم اونجا هم خیلی گرفتاری، نمیخوام مزاحمت بشم. به همه دوستان و عزیزان سلام برسون و آرزوی بهترین‌ها رو براتون دارم و امیدوارم که بعد که برمیگردین ظرف مدت 20 روز آینده برای دعوت از همه شاگرداتون توی کارتالا اسپورت توی تهران که انشالله برقرار هستش اقدام کنین و به همه آرزوهایی که هممون با هم دیگه داریم برسیم. موفق باشید. ممنونم از شما. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خدا. خب دوستان، من خیلی ممنونم که با ما بودین. امیدوارم که این بحث برای ورزشکارهایی که توی لایو ما هستن خیلی مفید و خوب بوده باشه. حتما میدونین ما میتونیم برای ورزشکارا قرارداد کار بگیریم، برای فوتبالیستا، برای ورزشکارهای رزمی کلا، برای بسکتبالیستا، برای شناگرا، برای والیبالیستا. ما رزومه اینا رو میگیریم، کسایی که مدالهای بین‌المللی دارن در کشور، مدالهای جهانی دارن. برای کسایی که مربیهای بین‌المللی هستن، ورکشاپهای بین‌المللی گذروندن، ما میتونیم برای اینا قراردادهای کار بگیریم به صورت جاب آفر، هم برای اروپا هم برای کانادا اقدام کنیم و این عزیزان میتونن برن کار کنن، درآمد داشته باشن، به کشورشون بیان، برن، دوست دارن زندگی کنن، دوست دارن فقط درآمد داشته باشن. همه این کارا رو ما میتونیم انجام بدیم. من کامنت ها رو باز میکنم چون پرسش و پاسخ هم داشتیم. دوستانی که سوال و جواب میخوان بکنن، هر کس هر سوالی در هر زمینه ای داره، من ظرف 5 6 دقیقه بهتون پاسخ میدم و انشالله با هم جلو میریم. من لایو رو کامنت ها رو میخونم الان اگر اینا که بتونم سریع بخونم. خب دوباره میخوام خدمتتون عرض کنم که ما فقط فردا رو تخفیف داریم و از هفته بعد افزایش قیمت خواهیم داشت و اینکه امیدوارم که کسایی که میخوام با ما قرارداد ببندن از تخفیفی رو که ما براشون داریم که برای اروپا 500 یورو هست و با 500 یورو شروع میشه، برای کانادا با 2000 تخفیف داریم، 2000 دلار تخفیف داریم و با 5000 تا شروع میشه، برای فردا ازشون استفاده کنن که انشالله خیلی هم عالیه و خیلی هم میتونن خوب ازش استفاده کنن. پیرو صحبت خانم منصوریان، حتما اپلیکیشن کارتالا رو نصب کنین، ازش استفاده کنین، میتونین از اونجا درآمدزایی داشته باشین، میتونین جزء مشاورای ما تو کل کشور یا هر جای دنیا باشین و از این درآمدا برای خودتون به عنوان شغلای دوم میتونین استفاده کنین و بهرش رو ببرید. حتما باید بدونین که خیلی ممنون. حتما باید بدونین که دلار بله 100% بالا میره. این نظر شخصی منه متاسفانه. حتما بدونین که قیمت های ما از هفته بعد بالا میره. خب هزینه های کانادا چقدره برای اقامت کاری؟ 3 نوع اقامت کاری ما توی کانادا داریم و توی دایرکت پیغام بدین که قیمت ها رو همکارامون براتون بفرستن. شنبه بخوایم بیاییم، فردا آفر تموم میشه، تا 12 شب ما در خدمتتون هستیم. برای هر اتباع هر کشوری، حالا اگر منظور برادران یا خواهران افغان ما هستن یا ترکیه یا آذربایجان، ما این کارا رو میتونیم انجام بدیم. رشته رزمی 100% میتونیم کمک کنیم. همونجوری که میدونین خواهران منصوریان خودشون قهرمانای رشته های رزمی هستن. ما از برنامه نویسای آی‌تی هم دعوت میکنیم که توی یه سری از برنامه نویسی و کد نویسی ها حتما به ما بپیوندن و به ما دایرکت بدن که ما چندین نفر میخواییم استخدام کنیم، کد نویسا و برنامه نویسا. خب مدارک چی میخواد برای ورزشکارا؟ مدارک میدونین که مدالای قهرمانیشون، این جایزه هاشون، سالی که شرکت کردن تو رنکینگ های بین المللی هستن، اینا رو برای ما میارن که ما کارا رو انجام بدیم. برای رشته مامای 100% برای آلمان انجام میدیم. مدرسین، من نتونستم بخونم، ما برای آموزش زبان میذاریم برای کسایی که میخوان
اگه شنبه بیاییم از شهرستان میخوایم برای لطفا تو دایرکت بدین، شاید اگر مدیر عامل شرکت قبول کنن بتونین از تخفیف استفاده کنین. خب ما آموزش های زبان رایگان داریم برای آلمان، برای تمام زبون ها، برای کانادا، برای زبون انگلیسی، زبون آلمانی، هر زبونی رو قطعا ما برای شما آموزش میدیم رایگان و شما رو به اون مرحله میرسونیم که مثلا سفارت لازم داره یا برای اون جاب آفر لازمه. ورزشکاران حرفه‌ای، کسایی که مدال های جهانی دارن حتما مستثنا نیستن. ما داورها 100% ما میتونیم برای داورای فوتبال، داورای ورزش های رزمی انجام بدیم. در مورد پرستاری آلمان، بله برای پرستاری آلمان که ارزون ترین نوع قرارداد الان برای ما هستش ما انجام میدیم. در مورد کارتالا صحبت کنیم. کارتالا یه اپلیکیشنی هست که در این اپلیکیشن شما وقتی وارد میشین میتونین از اطلاعاتش رایگان استفاده کنین. اطلاعاتتون رو وارد اپلیکیشن میکنیم، برای شما میگه که چند درصد امکان داره بتونین به کدوم کشور مهاجرت کنین یا کار پیدا کنین یا ورزش کنین، و همچنین شما میتونین اونجا یه کدی بگیرین، جز مشاورای ما باشین، ما براتون آموزشای میدیم که درآمدزایی دارین، یعنی هر ماه یه درآمدی خواهید داشت برای افرادی که به ما معرفی میکنین. کمک پرستارم، بله برای کمک پرستاری هم ما اقدام میکنیم. برای خود پرستارای عزیز و ماماها و پیرابزشکا، بله ما اقدام میکنیم، قرارداد داریم و بسیار کلاینت داریم. برای داوری و مربیگری ورزشی چه سطح؟ حتما A، بین‌المللی و A. دستیار دندون پزشک، بله امکانش هست، مخصوصا آسپیلدون کمک پرستار امکانش هست. رشته های حقوق یه خورده سخت هستش. ما راننده 100%، راننده های سنگین، لیفترها، تاکسی، بیوتی تراپیست 100% میشه اقدام کرد و رشته های خیلی بین المللی داره تو دنیا. رشته برق 100%، رشته مهندسی برق الکترونیک حتما ما. تراشکار، بله از طریق قانون مهارت ها و نیمه ماهر برای کانادا و آلمان اقدام میشه. راننده پایه 100%، آلمان با زبان B2، بدون زبان برای کانادا. کانادا سفارت تو ایران نداره، ما از ترکیه و ارمنستان اقدام میکنیم برای عزیزان، برای انگشت نگاریشون و مصاحبه هم توی خود کانادا انجام میشه. علوم آزمایشگاهی برای آلمان خیلی بهتره. مکانیک، مهندسای مکانیک و یا اگه نظر دوستمون مکانیک ماشین 100%، نقشه بردار، مهندس نقشه بردار 100%. برای کمک پرستار، اگه بره آسپولدونگ سابقه کار نمیخواد، اگه بخواد کار کنه سابقه کار میخواد. دکترای مکانیک اگر کار عملی انجام داده 100%. ورزشکارای MMA، بله همینجوری که خانم منصوریان اینا میدونین توی خودشون جزو قهرمانای این رشته ها هستن، توی MMA مدال دارن توی چین، حالا دیگه خودشون صحبت نکردن. کارشناس مکانیک حتما باید 2 تا 3 سال سابقه کار داشته باشه برای آلمان. آرایشگر هم اروپا هم کانادا، مخصوصا برای کارهای ناخن و کاشت ناخن و اینا خیلی اونجا استقبال میشه. مدرک مکانیک، مسابقات برونمرزی کشوری داشتن، رشته رزمی اگر مسابقه داشته، اگر مدال داشته باشی میشه برات جاب آفر گرفت دوست عزیز. آمریکا برای پیراپزشکی خب بسیار سخته مدل سازیش، ولی برای تحصیلی اقدام میتونیم بکنیم. دستیار دندانپزشک برای کانادا میشه اقدام کرد. مترجم زبان انگلیسی، اگر زبان انگلیسی در پایه آکادمی 7 باشه میشه توی بعضی از کارخونجات به عنوان مترجم و ترجمه بروشورا و برای صادرات ازشون استفاده کرد. اقامت سوئد داره دوستم، نمیدونم سوالش چی بود. جوشکار آرگون 100%، مخصوصا اینا که زیر آب هستن. جواب شما رو نمیدم، نمیدونم آخه سوالتون چی. کسی که نفتکش کار میکنه ترکیه، طراح لباس، بله مد و زیبایی و فشن 100%. مهندسی عمران معماری تو آلمان بسیار، داروسازی برای آلمان سخته ولی ما انجام میدیم. پرستاری برای کانادا سخته، من توصیه نمی کنم اصلا. نقشه بردار حتما، آلمان خیلی خوبه و کانادا هم خیلی خوبه، هلند هم خیلی خوبه، ولی آلمان از همه بهتره و قراردادش بسیار ارزون تره. یعنی عزیزانی که نقشه بردار هستن میدونین آلمان مهد مهندسی هستش دیگه، میتونین اونجا خیلی امکانات خوبی برای شما هستش برای مهندس عزیزمون. حقوق، به نظر من باید یه آسپیلدونگی بگذرونه رشتهشو عوض کنه. میدونین قوانین ما با قوانین کشورهای دیگه برای حقوق تفاوت میکنه. به این دلیل کابینت سازی بسیار بسیار پول سازه. جاب آفر ورزشی برای انگلستان، بله میتونیم بگیریم اگر مدال جهانی داشته باشه. مدیریت پروژه در آلمان بسیار خوبه. مددکار اجتماعی برای کانادا بسیار خوبه. کارشناس بازرگانی با سابقه کار بسیار خوبه.
دایرکت پیام بدین بعد لایو بهتون جواب میدن. آرتساز، بله آرتسازهای عزیز خیلی خوب هستش برای اروپا. رشته راگبی 100% میشه اگه مدال جهانی داشته باشین. آشپزی خیلی عالیه. راننده پایه یک برای آلمان 100% میخواییم، ولی باید دوره زبان بگذرونن که ما رایگان زبان آموزش بهشون میدیم. رشته عمران برای انگلستان، بله هزینه چه خورده بالاست برای انگلستان. روانشناس متاسفانه خیلی سخته به خاطر اینکه زبانتون باید سطحش بالا باشه. علوم آزمایشگاهی برای آلمان خیلی عالیه. برای آسپیلدونگ عمران متاسفانه از ایران فعلا نمیشه اقدام کرد، امیدوارم تا یه ماه آینده بتونیم رشته مهندسی رو توی آسپیلدونگ راه بندازیم. فیزیک هسته‌ای برای آلمان اگر سابقه کار 3 سال با میمه داشته باشید. عینک فروشی در صورتی که فنی حرفه‌ایش رو داشته باشین برای تعمیراتش بین 900 تا 1200. مامایی برای انگلستان میشه خیلی سخته. جاب آفر شرط سن نداره، ولی معمولا بعد از 45 سال کارفرماها خیلی سخت میگیرن براتون. خیاط، بله با مدرک حرفه‌ای خیلی خوبه، هم اروپا هم کانادا. کارگر شرکت های فولادی، اصلا راننده پای یک برای کانادا 100% الان ما میخواییم. گچکار ابزار حتما برای اروپا و کانادا میخواییم. مربی فیتنس 100% اگه مخصوصا مدال جهانی یا مربی درجه یک بین المللی داشته باشه، ما اصلا توی باشگاه خودمون میخواییم الان لازم داریم. چقدر هزینه باید پرداخت کنیم؟ هزینه رو تو دایرکت بپرسیم بهتون اطلاع میدن. شرایط تخفیف رو من دوباره میگم، 500 یورو برای اروپا، 2000 یورو برای کانادا، ورود به قراردادهای اروپا با 500 یورو، ورود به قرارداد کانادا با 5000 تا. و اینکه ببخشید من تند صحبت میکنم چون میخوام سوالات بیشتری رو جواب بدم. بابی یک میشه واسه آسپیلدونگ اقدام کرد؟ بله بابی یک میشه، اما تمکن مالی 5000 یورو لازم داره. اونا که میتونن تمکن مالیشو بذارن بابی یک هم میتونن. راننده پای یک در چه سطحی زبان آلمانی؟ B2. متاسفانه راننده برای آلمان هم باید B2 داشته باشه. و راننده پایه یک سابقه میخواد؟ بله سابقه میخواد، حداقل 3 سال سابقه میخواد. کار دانشجویی درآمدش در کانادا چقدره؟ تقریبا چیزی حدود 500 تا 600 دلار در هفته، در ماه. بله برای استرالیا کار میکنید؟ بله برای استرالیا کار میکنیم. الان فقط ویزاهای سرمایه گذاریش راه اندازی شده. کدام کشور برای فروشنده؟ بستگی به مدرک تحصیلی داره. اگه مثلا حسابداری مدیریت بازرگانی داشته باشین انجام ما میدیم، برای حسابداری کانادا رو ما انجام میدیم. مدال جهانی نداشته باشه جاب آفر سخت میشه چون باید قهرمان باشه. پذیرش دانه برای کار عمران هزینه چقدر میشه؟ تو دایرکت همکارامون برات میفرستن. کاش جواب شما رو میدادم، باور کنین نمیدونم سوالتون چیه. دایرکت رو پاسخاشو بعد لایو میدم. بازیکن فوتبال اگر تو لیگ ایران بازی کرده و رزومه خوبی داره، برای کانادا و هلند ما میتونیم اقدام کنیم و پرتغال. مدرک کابینت سازی، به نظر من مدرک کابینت سازی بهتره تا کمک پرستاری. شرکت های فولادی میشه. راننده باید چه سطح زبان داشته باشه؟ برای آلمان B2، برای کانادا در سطح مکالمه، بعدش آیلتس جنرال 6. برای ویزای تحصیلی آلمان خب خیلی طولانیه، همکارامون تو مشاوره میتونین توی اپلیکیشن کارتالا بریم بخونیم. کمک پرستاری بهتره یا دستیار دندون پزشکی؟ دستیار دندون پزشکی از نظر من بهتره. علوم آزمایشگاهی به جز آلمان، سوئد هم خوبه، هزینهش خب یه مقدار بیشتر از آلمانه. مبلغ سرمایه گذاری تو استرالیا رو ما براتون توی دایرکت سوال کنین میدیم. راننده پایه یک که گفتم خدمتون، نمیخواد برای ورود ولی بعدن میخواد. من اگر اجازه بدین دیگه زیاد وقت شما رو نمیگیرم، میخوام باهاتون خدافظی کنم. امیدوارم که همیشه خوب باشین. دعوتتون میکنم برای اینکه یه خورده مطالعه کنین قبل از مهاجرت، همیشه برنامه‌ریزی داشته باشین. یه بارم شرایط تخفیف رو میگم و باهاتون خدافظی میکنم. 1 هفته بعد افزایش قیمت خواهد بود. 2 میتونیم فردا تا 12 شب هم غیر مستقیم هم مستقیم تشریف بیاریم، شما قرارداداتون رو ببندین. برای اروپا با 500 یورو شروع میشه و 500 یورو تخفیف دارین. برای کانادا 2000 دلار تخفیف دارین و با 5000 دلار شروع میشه. تاسیس تولیدی هم تو آلمان خیلی خوبه. نردکارم نمیدونم نردکار یعنی چی، و دیگه من اجازه بدین خداحافظی میکنم. هر کس عذرخواهی میکنم سوالش رو پاسخ ندادم، الان تو دایرکت بپرسن، همکارای ما بهشون پاسخ میدن. از همتون ممنونم که با ما بودین، خداحافظی میکنم.